محیط کاری سامسونگ محیط کاری عجیبیه، چون از یه طرف فرهنگ کره ای رو داریم و یه طرف هم فرهنگ کشورهای دیگه خصوصا آمریکایی، اینا با هم ادغام شدن شده محیط کاری سامسونگ، محیطی که امروز تو این ویدیو میخوام واسهتون تعریف بکنم. سلام، من کوروشم. توی این قسمت از دیجی تک توی سری محیط‌های کاری رفتم سراغ محیط کاری سامسونگ. قبلا گوگل و اپل و مایکروسافت رو درست کرده بودیم به همین ترتیب، لینکاشو لیست میکنم اینجا، برید اگه ندیدین اونا رو بعد از این ویدیو ببینید. امروز محیط کاری سامسونگ رو میخوام ازتون تعریف کنم. البته سامسونگ همونطور که مستحضر هستید یه کمپانی بی نهایت بزرگه. از بیمه فروشی و نمیدونم ماهی خشک و صنعت صنایع سنگین و گوشی و چیپ و باتری و اینا همه با هم توی کاسن. این سامسونگی که میخوام واسهتون تعریف بکنم داستانش رو سامسونگ الکترونیکسه، یعنی اون بخشی از سامسونگ که من و شما بیشتر باهاش سر و کار داریم. گوشی ها رو میزنه، تبلت ها رو میزنه، لپتاپ ها رو میزنه، این بخش از سامسونگ. اینم بهتون بگم که این محیط کاری که میخوام واسهتون توصیف بکنم مربوط میشه به دفتر سامسونگ الکترونیکس امریکا، یعنی کره رو ما بیخیال میشیم. چرا دارم این کارو میکنم؟ با خودتون میگین سامسونگ کره ایه؟ چون اون سه تا قبلی ها رو من توی یعنی دفتر آمریکاشون هم رفتم، گوگل و اپل و مایکروسافت، و این مقایسه اون وقت خیلی چیز میشد، آنفر، ناعادلانه میشد. سر صبح دیگه، سر صبح من انگلیسی صحبت میکنم، فقط ناعادلانه میشد. واسه همین دفتر آمریکاشو من در نظر گرفتم واسه تون و راجع به اون دارم صحبت میکنم. ولی یه ایده کلی از سامسونگ بهتون بدم. سامسونگ الکترونیکس توی 1969 توی استان سووونگ، اگر اشتباه نکنم، آره سووون، توی کره جنوبی تأسیس شد و کار خودش رو شروع کرد. و داستان شروع سامسونگ رو قبلا بهتون یه دونه ویدیو راجبش رفته که لینکش رو می‌ذارم این بالا، برید اون رو نگاه بکنید. از فروش ماهی دودی رسیده به این قول گنده کره ای که الان میشناسیمش. مؤسسش هم اسم جالبی داره، دلم نمیاد واسهتون نگم، اسمش سخت می‌نویسم، آقای لی بیونگ چول. اسم عجیبیه به هر حال، کره دیگه، احترام باید بذاریم به اسمشون. توسط این آقا توی همون شهره که اسمش سخته نمیگم تأسیس شده و راهش رو باز کرده به جاهای مختلف. نزدیکترین دفترش به ایران هم توی ترکیه است، دفتر رسمیش. دفتر غیر رسمی که توی ایران بری بگردی ماشاءالله سر کوچه دونیم فروشگاه سامسونگ پیدا می‌کنی، ولی دفتر رسمیش توی ترکیه است. و اتفاقا اگر الان برید توی وبسایت گلاستور یا ایندید میتونید اپلای بکنید. چند تا پوزیشن باز داشتم نگاه میکردم قبل اینکه ویدیو رو ضبط بکنم. اطلاعاتی که راجع به سامسونگ کسب کردم و از کجا گرفتم، چون همیشه تو کامنت ها یه 4-5 تا از کارمندای گوگل و اپل و مایکروسافت هستن اون زیر که بگن نه اینایی که تو گفتی همش غلطه، اطلاعات رو از وبسایت گلاستور برداشتم. هر چیزی که تو وبسایت گلاستور نوشته میشه کنارش نوشته که verified by company، یعنی کمپانی سامسونگ تایید کرده این ویژگی ها وجود داره توی دفتر کارش. و از تجربه های کاربرا، کارمندهای قدیمی یا فعلی سامسونگ توی فرم‌های اینترنتی مثل کورا. پس همه اینا یه منبع موثقی پشتش هست و طبیعتا من خودم نرفتم من نزدیک ببینم، چون سوال بود واسهتون تو ویدیو قبلی، گفتم قبلش این توضیح رو بهتون بدم. از خوبی‌های کار تو سامسونگ شروع بکنیم، من اینجا لیستش رو نوشتم. از همه مهمتر اینه که سامسونگ کلا توی پروسه جذب کارمندش خلاقیت واسش اهمیت داره، از همه چیز مهمتر. یعنی شما ممکن اصلا مدرک دانشگاهی خیلی خاصی هم نداشته باشی، یه کدنویس ساده خلاق باشی، شما قطعا توی سامسونگ با البته خلاقیت اسکیل داره دیگه، مبنای خاصی داره، باید به حدی برسین تا استخدام بشین. پس اولین گام برای ورود به سامسونگ میشه خلاقیت شما. مورد بعدی که اینجا نوشتم غذای مجانیه. ما دوست داریم غذای مجانی، یعنی شما تو خیابون هم نگاه بکنی یکی یه قیمه یه جا بده 30 کیلومتر صفحه. غذای مجانی تو کل این هدکوارتر سامسونگ یا مقر اصلی سامسونگ که تو نیو جرسی آمریکا هم هست، البته کارخونه‌های دیگه هم تو آمریکا داره ولی اون مقر اصلیش، غذای مجانی دارن، کافتریا دارن، بعد کلی از این اسنک بارا دارن. یعنی شما اونجا بیکار نیست، دهنت میجنبه دیگه، همینجوری راه میری و صحبت میکنی و این داستانا رو میتونی هر چی هم بخوای بخوری. مورد بعدی که اینجا وجود داره اینه که کارمندهای سامسونگ یک سری ویژگی ها، یه سری تسهیلاتی واسه شون در نظر گرفته شده برای خرید محصولات سامسونگ. از همه مهمتر اینه که محصولات سامسونگ رو میتونن از دمقسط بخرن با 0% سود. یعنی شما مثلا یه دونه گوشی 1200 دلاری سامسونگ رو در نظر بگیر، از دمقسط، حالا قسطش چجوریه دیگه خودشون میدونن،
ولی یه قرون هم اضافه تر بهش نمیدی، گوشی سامسونگ رو میگیری، لپتاپ رو میگیری، تبلت رو میگیری، بادز و گلکسی واچ و اینا رو همه رو میگیری. البته قسطی یه بخشیشه، درآمد هم یه بخشیشه. این زد و نقیض درآمده، یعنی یه سری از کاربرا تو گلستور گفتن که درآمدش خیلی خوبه، مخصوصا اگر شما مدیر باشی میتونی درآمدی میلیون دلاری در سال داشته باشی، درنچه خرید یه گوشی 1200 دلاری خیلی زیاد منطقی واسات نیست، ولی خب ممکنه مثلا تو خود قسطی بخری، مثلا برای مام بزرگ یه دونه S22 اولترا مثلا 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم قسطی بگیری 1600 دلار. به هر حال مام بزرگا کارهایی با گوشیاشون میکنن که از عهده من شما خارجه. این داره گیفت کارت دارن، گیفت کارت های مختلف در طول سال میگیرن، به مناسبت های مختلف دوره هدیه هایی دریافت میکنن. بعد اگر شما خانومی باشی که باردار باشی تا 6 ماه میتونی مرخصی با حقوق بگیری، بعدش دوباره 6 ماه دیگه مرخصی بدون حقوق به شما میدن، ولی همچنان پوزیشن شغلی شما توی سامسونگ حفظ خواهد شد. یعنی بعد از یه سال که بچه رو رسوندی به حالت پایداری که دیگه نیاز نباشه همجوری 24 نگاش بکنی، میتونی برگردی سر کار زندگی تو لذت شو ببری. یه قانونی هم هست، قانون بازنشستگی تو آمریکا بهش میگن پلن 401k. یه پلن مهم بازنشستگیه که خیلی طولانیه، یه لیست حقوقی من یه بار رفتم خوندم باز شما توضیح بدم مثلا حوصله بس خارجه. این رو هم سامسونگ داره، یعنی شما اگر توی سامسونگ کار بکنید و اون پلن 401k رو انتخاب بکنید، بعد از یعنی بعد از اینکه بازنشسته شدید، حقوقتون مثل بنز همچنان واسهتون ارسال میشه. دیگه چی داریم اینجا؟ باشگاه. باشگاه مفت، همینجوری برو این ور برو اون ور، باشگاه میبینی این ور اون ور توی مقر اصلی خود سامسونگ و میتونی از به عضویت باشگاه در بیایی و از تمام ویژگی های یه باشگاه خفن استفاده بکنی. یه نکته خیلی جالب راجع به خود اون شرکت خود ساختمونه هست که کارمندا میگن یکی از هوشمندترین ساختمون های این کمپانی های تکنولوژی، یعنی شما هر جا میری یه چیز هوشمند دیدی، حالا یا آیوتیه یا چه میدونم ربات اسمارتینگ ور اونور داره میره، غذا دلیوری هوشمند داره، باشگاهش هوشمندن، همه مثلا دیوایس های ضربان قلب و اینا رو پایش میکنن با هلت سامسونگ سینک میشه و این داستانا. یعنی شما کل زندگی تو اونجا میتونی به صورت هوشمند مدیریت بکنی، که البته اون داستان حریم شخصیش هم حتما باید در نظر بگیریم که هیچ توضیح شفافی راجعش نبود که من واسهتون تعریف بکنم که این داده هایی که از کارمنداش جمع میکنه صرف چه کارهایی میشه. حالا کارمندا در جریان هستن قطعا بر این قضیه. ببین امیر یه مدت کار میکرد تو گوگل، یه شب گوگل خوابید صبح مایکروسافت پاشوت، حالا بعد از اون بپرسم برم داستان چی. حالا اینا استاد الان خوابه، این تایمی که ما داریم اینو ضبط میکنیم. خب داستان دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که سامسونگ یه دونه پکیج در نظر گرفته به اسم سامسونگ لرنینگ برای کاربراش، که چیکار میکنه اگر کاربری نیازمند یادگیری یک ویژگی یا یک مهارت خاصی بود که یا اضافه بر وظایفش یا بر اساس علاقش می‌خواد بر این کارو بکنه، بخشی بزرگی از هزینه‌شو سامسونگ پرداخت میکنه. اگر خارج از سامسونگ بخواد این کارو یاد بگیره، اگر داخل سامسونگ اون کورسه یا اون دوره ارائه داده بشه، سامسونگ همه اینا رو بر عهده خواهد گرفت. ویلکام پکیج و اینا هم ماشاءالله پر دیگه، یعنی گوشی سامسونگ و نمیدونم بطری آب معدنی و دفتر خودکار و کوله و اینجور چیزا هم که ماشاءالله می‌گیرید دیگه همینجوری اگه تو سامسونگ استخدام بشین. حالا بریم سراغ بدبختی های کار تو سامسونگ. بدبختی های کار تو سامسونگ از همه مهمترش تداخل فرهنگ کره‌ای و فرهنگ آمریکاییه تو حداقل دفتر آمریکاش. و گزارش های کارمندا یا کارمندای سامسونگ تو هند و فنلاند هم خوندم، اونا هم میگفتن که فرهنگ کره‌ای باعث میشه که یه ذره فضا همچی سنگین باشه تو سامسونگ. مثلا چه جوری کره‌ای عادت دارن، حالا کره‌ای ممکنه باشین و بهتون میگن رو کره زندگی بکنین بگی نه اینجوری نیست، ولی خب این چیزیه که یه باوری که از کره‌ای‌ها خیلی آدمای خودرأیی هستن و خیلی هم دوست دارن سریع عذرخواهی بکنن. و این دقیقاً در تضاد با فرهنگ آمریکاییه که همه اونجا با هم صحبت میکنن، ایده‌ها رو به اشتراک میذارن اینا. یکی از کارمندای بدبخت سامسونگ تو هند میگفتش که من یک بار توی یه جلسه‌ای خلاف اون صحبت مدیرمو انجام دادم، بعدش تا 6 ماه همش از این ور اونور میشنم این دنبال یه سوژه من اخراج بکنه. مدیرش هم کره‌ای بوده، حالا نمیدونم اون مدیر مریض بوده یا واقعا داستان از این قراره، ولی خب بقیه کارمندا هم همچنان میگن که این تداخل فرهنگ کره و آمریکا مشکل ساز یه مقدار تو این قضیه. مورد بعدی اون زد و نقیزه است که بهتون گفتم، حقوق. یه سری از کارمندا میگن اصلا حقوق ما اینجا نسبت به شرکت‌های مشابه خیلی کمه، اصلا ناچیزه رسما.
حالا حقوق ناچیز چجوریه یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. شما اگر تو سان فرانسیسکو زندگی بکنید و حقوقتون سالانه زیر 200,000 دلار باشه، جزو قشر کم برخوردار در نظر گرفته میشه تو سان فرانسیسکو، چون یکی از گرونترین شهرهای دنیا و گرونترین شهرهای آمریکا، شاید گرونترین شهر آمریکا. خط فقرشون سالی 200,000 دلار دیگه، یعنی سالی تقریبا 6 میلیارد شما باید حداقل در بیارید. در نتیجه با دونستن این موضوع میرسیم به اون بحث اینکه درآمدش مناسب نیست. حالا اینکه اون رفیقمون کجا کار میکرد یا اون آدمایی که تو گلستور گفتن درآمدمون خوب نیست ساکن کدوم شهر بودن، اینو در نظر بگیرید که یه سری ها میگن خوبه، یه سری میگن درآمدش بده. مورد بعدی که دارم بهشون اشاره میکنن کارمندا و بده، مورد بعدی بدی بعدی کارت سامسونگ اینه که تعداد یعنی ساعت‌های طولانی کار میکنن و عملا اون تعادل بین کار و زندگی شخصی کارمنده از بین رفته. یعنی همشون دارن میگن که ما مثلا ساعت 3 بریم تو جلسه تا ساعت 11 شب هیچ کاری هم تو جلسه انجام نمیدیم، اونجوری نشستیم مثلا یارو نگاه میکنیم، هیچ مشارکتی نداریم، انتظاری هم ندارن اصلا، یه برنامه نویس دون پایه ای بعد مثلا اینجوری بعد بشینیم. این مشکل رو داره خیلی از یعنی خیلی از کارمندا شب کاری میکنن، اصلا همونجا میخوابن و مخصوصا کارمندا میگن زمان نزدیک شدن به مثلا معرفی یه محصول خفنی مثل مثلا S22 عملا 24 ساعت هفته رو داریم کار میکنیم و اصلا هیچ خواب و خورد و خوراک و اینا همیشه تعطیل. و خانوما این آدما یا آقای شوهرای این خانوما هم خیلی مینالیدن از این قضیه، یارو میگفت من روز پسرم تو سامسونگ کار میکنه نمیبینمش اصلا. حالا اینم از مشکلات توی چیز دیگه. اینجا من یه چیز دیگه هم نوشتم، آها همکارا تو سامسونگ، یعنی گفتم آدم های خلاق و استخدام میکنن، ولی تعامل همکارا با هم و همچنین تعامل این افراد با مدیرا مثل اینکه فاجعه است تو سامسونگ. حالا نمیدونم مدیرا خارجی هن، مدیرا کره ای هن، مدیرا هندی هن، چی هن، ولی کلا مثل اینکه مدیرا به هیچ کارمندی پاسخگو نیستن، هر کی فقط به مدیر بالادستی خودش پاسخگوه. یعنی مثلا یه کارمندی بپرسه مثلا داداش این چیه داستانش، چرا مثلا فقط میگی انجامش بده، یارو میگه تو باید انجام بدی. مثل ایلان ماسک ایمیلی میزنه به کارمندا میگه این کارو باید انجام بدی. حالا شما سه تا راه حل داری، یا کارو انجام میدی یا توضیح میدی که این به این دلیل غلطه و ایلان ماسک رو قانع میکنی، یا استعفا میدی. این دقیقا تو نامه ایمیلایی که ایلان ماسک میزنه، تا تو سامسونگ هم الگوشون همین بشر این بشر معلومه اجازه بدید من این بشر، ما چون ارادت خاصی به ایلان ماسک داریم همینه. مورد یعنی موردهای بد کار تو سامسونگ میشه اینا، موردهای خوبش هم میشه اونا. محیط کاریش تقریبا یه همچین حالتیه. حالا شما من بگید که دوست دارید که محیط یعنی کمپانی بعدی که سراغش میرم چی باشه. من خودم آمازون رو دوست دارم. حالا اگه با هم موافقین رو که اوکی همون آمازون رو برو، اگر موافق نیستین که باز کمپانی مورد علاقتون رو بگین و برین سراغ سونی. هم به نظرم بد نیست. این ژاپونیا ببینیم چه جوری کار میکنن. فکر کنم یه پروداکتی فیل بکنه نفری یه کاتانا تو شکم فرو میکنن و همونجا سینه قبرستون هم که نه میسوزونن اونا میسوزونن، یا همونجا اینو میزنه یارو مشعل رو میاره تو محل میسوزونه. حالا بر نخوره، شوخی دارم میکنم. در صورت اینه داستان، بنویسین تو کامنت ها، ویدیو رو لایک بکنید، کانال یوتیوب دیجیاتور رو حتما سابسکرایب بکنید که چی بشه 30 ثانیه به جون خودتون اضافه بشه تو این شرایط اومیکرون. شوخی اصلا نداره، سرما خوردم اومیکرون گرفتی، نگو سرما خورده یه میگذره میره، اصلا شوخی نداره. موضوع به خودتون باشین تا ویدیو بعدی.